های بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام. گفتیم بعضی از حروف در برخی کلمات قرآن نوشته شده ولی خونده نمیشه. حروف مدی نزد همزه وصل ا ای او هر وقت کنار همزه وصل قرار بگیرن و ما بخوایم کلمه اول و دوم رو به صورت متصل بخونیم ا ای او خوانده نمیشه و ناخواناست. فقط حرکت کوتاه قبل از اون رو متصل میکنیم به حرف بعد از همزه وصل. ببینید در کلمه و ل کفل الان این رو میخوایم متصل بخونیم. الف رو الف ذا حذف میشه. ذل کفل ذل کفل دیگه نمیگیم ذال کفل ذل کفل. یا مثال بعدی فی الدنیا میخوایم اینو متصل بخونیم. فی الدنیا دیگه نمیگیم فی الدنیا میگیم فی الدنیا. صدای کشیده ای اینجا حذف میشه و ما کسره اون رو به دال وصل میکنیم. فی الدنیا فی الدنیا. مثال بعد ذو العرش صدای او وقتی میخوایم متصل بخونیم حذف میشه، فقط او رو وصل میکنیم به لام. ذو العرش ذو العرش. چند کلمه رو با هم دیگه تمرین کنیم، لطفاً پس از من پاسخ بدید. اذا اکتالو ذل کفل تحتها الانهار. چند مثال برای یا ناخوانا. بعد اسمه ذی انتقام نجزی المحسنین این اصطفیتک. مثال برای واو مدی. قاتل المشرکین آمنوا استجیبوا وابتلوا الیتاما. یک نکته را اضافه بکنیم در عباراتی مانند سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوى. کلمه الاعلا رو ببینید آخر آیه قرار گرفته. الف کوچک اعلا نوشته نشده تو خط قرآن. وقتی کلمه مثل اعلا میرسه به الذی در این صورت الف کوچک رو نمی نویسند. این روش علامت گذاری قرآنه، اما در واقع این الف کوچک رو داره. اگر خواستیم رو این آیه وقف بکنیم، توقف کنیم، میخونیم اعلا اینطوری در حالت وقف. سبح اسم ربک الاعلا. دیگه اعلی ای کسی بخونه اشتباهه. اعلا سبح اسم ربک الاعلا. آیه بعد الذی خلق فسوى. اما اگر خواستیم اینها رو متصل بخونیم، وصلشون کنیم دو آیه رو به هم، ببینید سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوى. آخرین تمرین ما آیات نورانی 84 تا 97 سوره مبارکه کهف. آیه به آیه، جمله به جمله از استاد گوش بدید، از روی قرآن خط ببرید و پس از اون تکرار کنید. انشالله همه تون بتونید قرآن رو زیبا و روون بخونید. ممنونم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.